کتاب دلاور زند زندگی پرماجرای لطفلی خانه زند آخرین بازمانده سلسله زندیه نوشته نصرت نظمی راوی حسام سانی سطری چند از نویسنده بدون شک یکی از چهره های گمنامی که با سی تاریخ ایران به وجود او افتخار کرده شرح زندگانی پرماجرا و سراسر ناکامی او را به عنوان یک فصل برجسه در خود ضبط نماید لطفلی خان زن نوه دلیر و شجای کریم خان سرسلسلی خاندان زندیه می باشد. دلاوری که اگر خیانت اطرافیان و اقبال بد خودش نبود احتمال داشت افتخارات سایر سرداران نامی ایران را تحت شعا قرار داده و بزرگترین فرمان روائی جهان و معظمترین ممالک تاریخ را به وجود آورد. در این داستان سعی شده است که حقایق مسلم تاریخی در قالب یک داستان مهیج و شیرین که شامل دوران پرحادثه جوانی و سلطنت کوتاه و ناکامی های پی در پی این شاهزاده عالی نسب و شجاع باشد تقدیم شیفتگان افتخارات تاریخ ایران گردد. در واقع خوانندگان را باید با یکی از دلاوران پاک سرشت این سرزمین آشنا و مجاهدات و جانبازی های او را در راه حفظ موجودیت و سیادت کشور باستانی خود به نظر ایشان برسانم. باشد که روح تابناک او پس از گذشته قرنها و پس از آن زندگی سراسر هرمان از فراز آسمانها بر هم میهنان خود بنگرد و از سرکشی که ایشان بر سرگذشته غمانگیز و شجاعانه او خواهند ریخت آرامشی یابد. امید است که این داستان تا آنجا که بتواند خاطره یک جانباز فداکار و یک خدمت گذار از یاد رفته این آب و خاک را در خاطره ها زنده سازد نصرت نظمی بهرام و لیس و نادرم بر عثمان و هندو فارغم. تیغ کریم زندیم ختم حقارت مندیم لطفلی زن هر که دید لرزان چو شمشیرش چوبید بید زلت خدا یا تا کجا قوم قجر شد پادشاه از جور شاهان قجر آن بزدلان بیجگر ست که ام تاراد شد سهمم خراج و باد شد یا رب ستدی مملکت از هم منی دادی به مخنسی نمردی نزنی از گردش روزگار معلومم شد پیش تو چه زنی چه شمشیر زنی